سلام، حالتون چطور؟ اسم من مهران، خوش اومدیم به چنلم. آقا چند وقت پیش برای فیلم تاپگان رفتیم، یه چند تا لو پس خیلی باحال رفتیم. امروز همون هواپیما رو فیشر رو برداشتم و آوردم اینجا تو آمریکا، آریزونا، گرند کنیون. ببینیم میتونیم اون کار رو انجام بدیم یا نه. تا انتهای ویدیو همراهم باشید. بریم سراغ ویدیو. اینجا یه فرودگاهیه دقیقا کنار همون گرند کنیون. اسم فرودگاهش هم همون گرند کنیونه. هواپیمامونو برداریم بریم ببینیم. یک لو پس میتونیم بریم تو گرند کنیون یا نه. به سختی بلند شد. خب همینطور که بینید روبرومون گرند کنیونه. بریم، میخوام یه لوپس از تای درش بریم اونجایی که رودخونه داره، رودخونه کلرادو. 465 کیلومتر طول اون رودخونه یه که از وسط گرند کنیون رد میشه و چند تا شاخه هم میشه. تقریبا سر صبح هم هست. به به، بریم داخل دره. واقعا ابهت داره، خیلی قشنگم درستش کردن. یه میلیون ها سال فرسایش نتیجه شده یک همچین چیز زیبایی. تقریبا وسط کبیر هم هست دیگه، آریزونا آمریکا تقریبا سمت کبیری آمریکا میشه. این اون رودخونه یه، حالا یکم برن جلوتر، میخوام از این برش برم. عمق این دره گرند کنیون هم 6 کیلومتره. ببینید چه رودخونه زیبایی داره. خب از این ور بریم دیگه لو پاس. 445 کیلومتر با پهنای 30 کیلومتر اندازه این دره یه و میبینید دیگه رنگ صخره ها و اینا به رنگ قرمز و زرد و قهوه‌ای و خاکستریه که حتی کنار همین رودخونه کلرادو سنگ هایی پیدا کردن که مال میلیاردها سال قبله. یعنی میگم مال اون موقعیه که کلن زمین به وجود اومده، این سنگ ها مال اون موقعیه. قبلا هم اینجا جالب بدونید دریا بوده، یه دریا کم عمقی بوده که کم کم این رودخونه راه های مختلف تو این دره باز کرده و به جاهای مختلف رفت و عمقش کمتر شده. خب داریم میریم کم کم دیگه تو خود دره. ببینیم میتونیم یک لو پس خیلی خوب بریم تو این دره رو. اولی که اینجا اولین ترن رو
میزنیم. اینجا رو هم سال 1540 یک اسپانیایی به اسم گارسیا لوپز کشفش کرده، یعنی پیداش کرده، چون قبل از اون خود بومیای آمریکایی اینجا بودن و سرخپوستا و اینا، و بعد اون شد که مثلا معرفی شد به جهان و الان هم سالیانه حدود 5 میلیون گردشگر داره، جزو 7 عجایب جهان هم هستش دیگه، یکی از 7 عجایب جهانه گرند کنیون آمریکا. خب فعلا اینجاش که خوبه، اینجاش خیلی هم لو نمیریم ولی قابل تحمله. همین میترسم یه پیچ تندی باشه نتونیم بپیچیم. خب اینجا عمق دراش خیلی بیشتر شد، میگم از اون لوپس قبلیه که مال تاپ گانس بود رفتیم، من همش دلم میخواست اینجا هم بیام. چقدر سخت شد اینجا. آقا اگه یه جا پیچ پیچید ما نپیچیدیم چیکار کنیم؟ خب اینجا شد جای سرسبز شد. خب بیایم بالای نمای کلی ببینیم. این سر صبح گرند کنیون. به چقدر قشنگه این سن. بریم دوباره پایین ببینیم چه خبره. در واقع با سرعت بیشتری بریم. یا خدا اینجا خیلی پیچش تون بود. بریم ادامهش از اون بر. واقعا چه وسعتی داره اینجا. جل ترن رو بزنیم. خوب خیلی شیک. آخه یه کمی دیگه اگه تیز سر بود نمیتونستیم به خوبی ترن بزنیم. بقیم دیگه سرعت رو زیاد کنیم. به به چقدر خوشگله اینجاست. اصلا هر رنگی که این کوها داره مربوط به یک دهه تاریخیه، سالها میلیونها سال. شما فکر کنین اینجا
طول کشیده تا به این شکل در بیاد. ولی واقعا خیلی خفنه. آسان به آدم اینجا چند روز فقط از این ور به اون ور کمپ بزنه ببینه چطوریه. خیلی باید هیجان انگیز باشه. پایین یا خدا یا خدا آخه اینم رد شد. مثلا خیلی عمقش زیاد چقدر دیوارا سبز شد اینجا دیوارا. بعد تکسچرام دقیق لود نشده دیگه. یا خدا یا نه آقایی رد نمیشه. وای اینجا دیگه رد نمیشه. هرچی پیچیدین اینجا اونجایی بود که دیگه پیچ پیچید ما نپیچیدیم. بریم حالا یکم از بالا بریم. عجب دره خوشگلیه. اینجاش خیلی سخت باید باشید. ارتفاع این صخرا خیلی زیاده. من الان تو ذهنم اینه اگه این مسیر رو میخواستیم با سسنا بیایم چقدر طول میکشیم. چپم بزنی تقریبا 260 داریم میریم. خیلی داره ترسناک میشه این صخره ها. خیلی لو هم بریم. خب
چه خبر؟ دیگه با این سرعت خیلی سخته این بالا. چقدر ولی واقعا بزرگه ها. اصلا همینطوری ادامه داشت، ولی فکر کنم اینجا حالا نمیدونم اوایلش یا آخراشه، اصلش اون بر بود دیگه. چقدر واقعا زیباه. خیلی خوب، خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراهم بودیم، خیلی باحال بود، دستم قشنگ درد گرفت بس این جویستیک رو با استرس این ور اونور کردم. لایک سابسکرایب فراموش نکنید. مرسی از حمایتاتون. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.